60 دقیقه امشب به اولین دادگاه یک متهم به کشتار 67 در زندان‌های ایران می‌پردازیم. قاضی دادگاه مرکزی استکهلم حکم بازداشت حمید نوری را برای 4 هفته دیگه تمدید کرد. همچنین در برنامه امشب بانک‌های تجارت، ملت و سرمایه هدف حمله سایبری، وزیر ارتباطات ایران تایید کرد. بله، ما با یک حمله بسیار سازمان یافته حکومتی علیه زیرساخت‌های دولت الکترونیک کشور مواجه بودیم. این حمله توسط سپر امنیتی دشوا شناسایی شده. تبادل زندانی میان ایران و آمریکا. از کسی که گفته می شود از مذاکره کنندگان بوده می پرسیم پشت پرده چه گذشت؟ تغذیه نادرست و کم تحرکی بلای وزن ایرانی ها. وزارت بهداشت گفته 60% مردم اضافه وزن دارند. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، شبتون بخیر. دادگاهی در سوئد با درخواست دادستان برای تمدید قرار بازداشت حمید نوری مظنون به دخالت در کشتار تابستان سال 67 موافقت کرد. حمید نوری شهروند 58 ساله ایرانی حدود یک ماه پیش به محض ورود به فرودگاه استکهلم بازداشت شد. مدت بازداشت حمید نوری به این دلیل تمدید شده که شاکیان زمان کافی برای جمع‌آوری ادله داشته باشند. شاکیان میگویند او از دادیاران دادگاه انقلاب در دوران اعدام دست جمعی زندانیان سیاسی بوده. اتهام آقای نوری نقض قوانین بین‌الملل و جنایت علیه بشریت است، اما وکیل او میگوید او بیگناه است و شواهد علیهش ضعیف. ژیار گل خبرنگار ما به استکهلم رفته. ژیار، امروز در دادگاه چه گفته شد و چه شنیده شد؟ رنات، امروز به هر حال جلسه دادگاهی بیش از یک ساعت طول کشید. ابتدا نزد گذاشتن کسی داخل بشه، پشت درهای بسته بود، بعد اجازه دادن بعضی از افراد داخل اونجا بشه به توان ظرفیت سالن. به هر حال آقای نوری ظاهر شد، با از طریق تصاویر ویدیویی به دادگاه وصل شد و بعد خب اعتراضاتی هم کرد نسبت به وکیلش، گفت دو بار اومده منو دیده. به هر حال عصبانی بود که اون رو در یک سلول انفرادی به هر حال نگهداری میکنن. اما چیزی که ما میدونیم از طریق طرف سفارت جمهوری اسلامی ایران، افرادی با او ملاقات داشتن، با او در تماس بودن. به همین جهت میشه گفت از لحاظ کنسولی به او خدماتی ارائه شده. از طرف دیگه خب تلاش زیادی شد از طرف وکیل ایشون که آقای نوری رو آزاد کنن، اما خب این موضوع پیش نیومد. هنگامی هم که آقای نوری گفت که من یک ماه تنها هستم، خیلی از کسایی که در جمعیت بودن، حاضر بودن، پشت شیشه نگاه میکردن، صحبت‌های ایشون رو از طریق تماس ویدیویی داد میزدن. اکثر این افراد خودشون زندانیای سیاسی سابق بودن. اون موقع که ما در زندان بودیم شکنجه میشدیم، برای ماها کسی رو نمیدیدیم، چرا به فکر این مسائل نبودید؟ به هر حال مشخص بود خیلی از مردمی که اینجا هستن، افرادی که اکثرا زندانی سابق سیاسی هستند و خیلی از اونها هم در دوران سال 67 در زندان بودن، در دادگاه حاضر بودن. من گزارش رو آماده کردم، اگه آماده است با هم نگاه کنید، بعد با شما خواهم بود. ماه گذشته حمید نوری شهروند ایرانی به محض ورود به سوئد در فرودگاه استکهلم بازداشت شد. او مظنون به نقض قوانین بین المللی و دست داشتن در کشتار زندانیان در سال 67 است. حمید نوری به محض ورود به سوئد بازداشت شد و به یکی از بازداشتگاه‌های این ساختمان منتقل شد، دادگاه مرکزی استکهلم. وکلای او میگن حمید نوری اون شخصی نیست که شاکیان مدعی هستند، یعنی دادیار زندان گوهردشت. مقامات قضایی ایران درباره دستگیری حمید نوری سکوت کردند، اما حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس ایران گفته شخصی به نام حمید نوری که در سال 67 دادیار بوده باشد وجود ندارد. او دستگیری آقای نوری را یک توطئه خوانده. احترام دادگاه نیستم جناب قاضی، کسی به من سر نمیزنه. صدای حمید نوری است که از طریق تصاویر ویدیویی به دادگاهی در مرکز استکهلم وصل شده بود.
آقای مترجم، من بعد از این جلسه دادگاه کل ارتباطاتم با همه قطع میشه، دیگه نمیتونم اعتراض بدم، تقاضا نمیتونم به کسی بدم، زبان بلد نیستم، منو میکنم در سلول انفرادی، کسی به من سر نمیزنه. وکیل آقای نوری خواهان آزادی او بود، اما دادستان سوئدی اتهامات سنگین او را برشمرد و گفت به محض آزادی آقای نوری به ایران فرار خواهد کرد. قاضی پرونده با آزادی او مخالفت کرد و بازداشت حمید نوری را برای 4 هفته دیگر تمدید کرد. حفظ خود اسلام از جان مسلمان هم بالاتر است. شما در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ نمی‌نویسید. تجربه کمیته‌ها در سال 60 تجربه خوبی است. دهه 60، دهه پرتلاطم در تاریخ سیاسی ایران. اعدام دست جمعی زندانیان سیاسی یکی از اتفاقات دهه 60 بود. زندانیانی که بسیاری از آنها محکومیتشان را سپری کرده بودند یا حتی دادگاهی نشده بودند. ما همه 7 سال بود زندان بودیم. بعضی بچه ها 7 سال پایان حکمشون میگذشت، بعضی ها چند روز، بعضی ها چند ماه، بعضی ها چند سال. ایرج مصداقی در سال 67 محکومیت 10 سالش را سپری میکرد. او از اعدام صدها همبندی خود حکایت میکند. دارن به همه را اعدام کردن، کسایی که همه حکمشون تموم شده بود، همه را اعدام کردن. کمیته های انقلاب اسلامی در سال 60 توی محلات مختلف در جاهای مختلف همه جا حضور داشتن. روایت رهبران جمهوری اسلامی از دهه 60 برای نسل امروز دهه موفق که نظام در آن تثبیت شد. اما فعالان حقوق بشر اعدام دست جمعی زندانیان سیاسی در سال 67 را جنایت علیه بشریت می‌خوانند. کاوه موسوی شاکی این پرونده است. او می‌گوید شخص بازداشت شده حمید نوری از دادیاران دادگاه انقلاب اسلامی در دهه 60 بوده. از مسببین و مجریان اصلی این جنایت هولناک حمید نوری بوده که اون زمان خودشو به اسم حمید عباسی به همه معرفی میکرده. شما چه مدرکی داری که میتونه ثابت کنه شخصی که الان در بازداشت پلیس سوئد همون شخص حمید نوریه؟ سوئد کشوری نیست که کسی رو 31 سال بعد از ارتکاب جرمی در یک کشور دیگه بیاد دستگیر کنه و اینقدر اطمینان داشته باشه دادستان که بتونه روز اول در فرودگاه بگیرتش، 4 روز بعد قاضی قانع بشه که به اندازه کافی دلیل اینجا هست که این آدم رو به خاطر جنایات بر علیه بشریت، جنایات جنگی، جنایات شنیع دیگری مانند شکنجه اینو نگرش داره. در تابستان سال 1367 آیت الله خمینی رهبر وقت با فتوای محرمانه خواهان اعدام زندانیانی شد که سر موضع بودند. کمیته هایی که به کمیته مرگ شهرت یافتند با چند سوال در عرض چند دقیقه هزاران زندانی را به جوخه های اعدام سپردند. بسیاری از افرادی که در این دادگاه ها منصوب شدند طلبه هایی بودند که اطلاعاتشون حتی از شریعت هم اطلاعات بسیار ابتدایی بود. علارغم اینکه اینها مجتهد نبودند، از همه حقوق قضات مجتهد در دادگاه ها برخوردار بودند. اعضای این کمیته ها که قضات جوان بودند، مرگ و زندگی هزاران زندانی را در مدت کوتاهی بدون حضور وکیل مدافع تعیین می‌کردند. بلخص در این جرایم ضد انقلابی خوشبختانه انگیزه‌ای برای وکلا وجود نداره که از این آقایون بیان دفاع بکنن. مصطفی پور محمدی در آن زمان یکی از مسئولان اعدام دست جمعی زندانیان سیاسی بود. جواب نمیدم حقوقی و آقا اونجا تو دادگاه اون قاضی خوب عمل کرد، اون قاضی بد عمل کرد، نمیدم پرونده خوب بسته شد. خب بله، این قوه قضاییه امروز هم شاید خیلی ضعف داشته باشه یا جا اشتباه کرده باشه. این حرفا چی الان تو کشور ما میزنیم؟ بعضی‌ها گفتم آقا تاریخ تاریخ اینه دیگه، این متن تاریخه. علی رازینی یکی از قضات روحانی است که در 40 سال گذشته حکم‌های اعدام زیادی را صادر کرده است. او از مدافعان اعدام‌های دست جمعی در سال 67 است. ممکن یک کسی محاکمش در حد نیم ساعت تمام باشه، یک کسی 2 ساعت طول بکشه، بسته داره چقدر پیچیده باشه، چقدر قاضی به مطلب برسه. بعضیشون بله فردا شدن، بعضیش 1 هفته بعد اعدام شدن. در میان رهبران بلندپایه ایران
تنها آیت الله حسین علی منتظری قائم مقام وقت رهبری با این اعدام های دست جمعی مخالفت کرد. به نظر ما بزرگترین جنایت به جمهوری اسلامی شده و در تاریخ ما رو محکوم میکنه به دست شما انجام شده و شما رو در آینده جزء جنایتکاران تو تاریخ می‌نویسند. من سن و پیش به آقای عرض کردم که ما رفتیم همچی بود که در دادگاه ایام محرم رو قطع کردیم. من بهشون خواهش کردم که هرچی دارید نا آقای این فایی رو بگوشید که ما حالا نکنیم همین ما رو همه ما رو ما ادعای راجب ماه محرم اگر اجازه بیدیم حاجب شما یه تعدادی رو از اتاقاش آوردیم برای همین برخورد یه بار برخورد کردیم و نظر ندادیم. اینا حالا پوست دیگاه انفرادی هم اگر اینا الان نظر ندیم برگردم توی بند عمومی اینو باز مسائل ایجاد میکنه. من مخالفم. متاسفانه اون نوار از روی خیانت پخش شد که امام خب تصمیم گرفت مثلا همون جلسه و انتشار همون مطالب سبب عزل آقای منتظری شد. سازمان عفو بین الملل میگوید بیش از 30 گروه دست جمعی در سراسر ایران وجود دارد. یکی از این گروه های دست جمعی در خاوران تهران است، جایی که صدها زندانی اعدامی سال 67 آنجا دست جمعی و مخفیانه دفن شدند. یکی از مادران که دو فرزندش در خاوران دفن شده، نیره جلالی، مشهور به مادر بهکیش بود. 5 فرزند و داماد او در دهه 60 اعدام شدند. همه‌شون تحصیلاتشون بالا بود. من یک دونه مادر این همه زحمت کشیدم، بچه‌های تحصیل کرده ما رو بردن. اینا بچه‌های تحصیل کرده منو کشتن. مادر بهکیش هیچگاه نفهمید فرزندانش کجا دفن شدند. او 5 سال پیش فوت کرد. جنازه را اگه پس ندی هیچ وقت نمیتونی انتظار داشته باشی یه قانون دست از سرت برداره. بدانی که هیچ مشمولیت مروری زمانی در موضوع صحت نمیکنه. بدانی که جنایت ادامه داره. ایرج مصداقی یکی از شاهدان پرونده علیه حمید نوری در سوئد است. او سالها پیگیر پرونده عاملان اعدام زندانیان سیاسی در مجامع بین المللی بوده است. حس انتقام‌جویی ندارم مطلقا. مثلا فردی مگه بود از همش می‌گذشتم. اجرای عدالت مهمه. میدونید هر سری اعدامی که می‌کردن جشن می‌گرفتن. شاکیان پرونده می‌گویند حمید نوری فرد دستگیر شده یکی از نزدیکان و همکار ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه و همکار مصطفی پور محمدی وزیر سابق دادگستری دولت آقای روحانی است. ژیار گل کماکان از استکهلم با ماست. ژیار، وکلای شاکی‌ها چی گفتن؟ خب وکلای شاکی‌ها در حقیقت کار اونا تهیه اسناد و مدارک بود و این مدارک رو دادن به دادستان سوئدی که اعلام جرم کرده علیه حمید نوری. و همین جهت صحبتی که با اونا داشتم اونا خیلی اعتماد به نفس داشتن، میگفتن که ما مطمئنیم مدارک کافی هست که ایشونو نگه دارن و همینطور هم شد. و حتی یکی از اونا به من گفت که فیش حقوقی آقای نوری رو دارن که از دادگستری حقوق دریافت میکنه. من با یکی از وکیل‌های که انگلیسی هستش ربکا مونی صحبت کردم که از وکلای بوده که کمک کرده به تیم وکلای شاکیان که مدارک رو آماده کنن و تحویل دادستانی سوئد بدن صحبت کردم و اگه آماده است با هم بخشی از این مصاحبه رو با هم ببینیم. In terms of the concept of universal jurisdiction. در مورد مفهوم صلاحیت قضایی جهان شمول، بعضی جنایات بسیار فجی در قوانین بین المللی به عنوان جنایاتی شناخته شده که کشورها می توانند مطابق موازین بین المللی برای خود صلاحیت قضایی در مورد رسیدگی به آنها قائل شوند که شامل پیگرد شهروندان کشورهای دیگر و جنایاتی می شود که ظن آن می رود در کشورهای دیگر واقع شده. بنابراین در این مورد ارتباط مستقیمی بین جنایت مورد ادعا و کشور سوئد وجود ندارد. این به خاطر شدت اتهامات است و به خاطر اینکه ما داریم در مورد جرایمی حرف میزنیم که در قوانین بین المللی صلاحیت قضایی استثنایی برای یک کشور علیه یک تبعه خارجی در نظر گرفته شده.
types of cases where that justifies the exercise of jurisdiction by a state over. یکی از شاهدان اصلی این پرونده آقای حمید اشتری است که با من هست. آقای اشتری در سال 67 به اتهام همکاری با سازمان مجاهدین در زندان گوهردشت گوهردشت بوده و در حقیقت ایشون یکی از افرادی بوده که شهادت داده که آقای نوری رو دیده و آقای نوری همون حمید عباسی بوده که دادیار زندان گوهردشت بوده. آقای اشتری، شما از همون ابتدا در جریان بودی و حتی قبل از اینکه دستگیر بشه با هم صحبت داشتیم، میگفتی که خبر داشتی که زمینه رو آماده میکردی. میتونی یکم درباره روند دستگیری ایشون به ما بگی؟ بله، به طور مشخص وقتی که ایرج میساقی تقریبا یک ماه و نیم قبل از این که خبر رو داد که ما میتونیم اینو با یه ترفندایی دستگیرش کنیم به من خبر داد، تو آماده ای؟ گفتم من آماده ام، چون من قبلا هم هر جا به عنوان یه شاهد رفتم توی بنیاد بودم. من با دانشگاه آکسفورد، ایران تریبونال و اینجا هم که ما انجام شد، گفت بیا. بله، همه چیزا حالت سیکرت داشت که ما تو لندن جمع شدیم توی خونه ای، کاوه موسوی، ربکا، اینا اومدن و شروع کردن سوال و جواب و شهادت من. این در واقع یک ماه قبل از دستگیری حمید عباسی بودش. در واقع به استناد شهادت من و کتاب ایرج بود که تونستن حکم دستگیری حمید عباسی رو بگیرن. خب این سوال به وجود میاد، خیلی ها میگن حدود 31 32 سال پیش بوده که شما آقای عباسی، اگه این شخص بازداشت شده همون کسی باشه که شما مدعی هستی، شما چطور میتونیشون رو به خاطر بیاری؟ خب خیلی ها این سوال میپرسن، 31 32 سال گذشته از اون جریان. ببینید، گذشته، ولی اون چیزی که برای یک زندانی همیشه هست نوع برخورد و رفتار اون شخصه. این همینو من تو پلیس سوئدم اعلام کردم، تو چجوری به یادته؟ عکس نیریو نشون دادم 30 سال پیش و الان، گفتم شما چه فرقی با این پیدا میکنید؟ هیچ فرقی نیستش، فقط یه خود موهاش سفید شده. گفتم حمید عباسی هم همینه. حمید عباسی اون عکسی که ازش من دیدم فقط موهاش خود سفید شده بود، چهره همون بود، قیافه همون. و ده ثانیه برخوردی که حمید عباسی داشت، بلخص بعد از قتل عام 67 فاتح جنگ میومد داخل زندان با بچه ها به عنوان یه فاتح، یه مغرور. با خود من بارها برخورد داشت. حتی دو سال بعد از آزادی من از زندان، من تو خیابون دیدمش، اینا باهاش سوارش کردم، باهاش صحبت کردم به عنوان حمید عباسی. یعنی چیزی نیست که من نتونم اینو بشناسم. همه زندانیا که تو زندان گوهردش بودن و حمید عباسی رو دیدن، به خاطر نوع برخورد این کاملا قابل مشخصه. امروز آقای نوری گفت که نمیخواد، میخواد از خودش دفاع بکنه، از دست وکیلش خیلی شکایت داشت که کم میام میبیندش، و از طرف دیگه هم گفت حاضر از کشورش، از رهبرش دفاع بکنه. وقتی که این صحبت ها رو شنیدید، بالاخره شما بودید در داخل در جمعیت و این تصاویر ویدیو رو میدیدید، شما واقعا تشابهی رو با صحبتاش، لحنش میدیدی با گذشته؟ دقیقاً هیچ فرقی نمیکرد. البته خوشحالم که تو این مدت خود وزن کم کرده، قیافش خود قیافه حمید عباسی سال 66 67، یعنی درست همون قیافه شده، فقط یه خود چروک تو صورتش، هیچ عوض نشده، قبلا یه خود چاقتر بوده. و من بازم خوشحالم تو سوئد وکیل داره، دادگاه میگه میتونی وکیل تو عوض کنی. دادگاه من دوبار نیری منو یه 2 دقیقه 3 دقیقه محاکمه کرد، اتهام دینه. گفتم حاج آقا تا اومدم، گفت خفش و سگ مناخه برو بیرون. ولی این از امکاناتی بر خودی که میتونه دادگاه بگیره، وکیل بگیره. و من خوشحالم که این راهی بشه برای باز شدن اون صندوق اسرار جمهوری اسلامی، قتل عام سال 67 که همه سکوت کردن، چون خمینی حکم داده که آقا این قتل عام انجام بشه و این سکوت بر علی، بر همشون گفتن ساکت شدن، چون نمیتونم بر علیه فتوای خمینی حرف بزنم. و من خوشحالم که این باز بشه، مشخص بشه چه جنایتی بوده و چه کسایی قبلشون کجاست، کیا اعدام شدن، چون ایشون یکی از مهرهای اصلیه. و جالبش اینه که این بالاتر از اینم راهی قرار میگیره برای کل اتحادیه اروپا و کشورهای دیگه که آقا ما میتونیم اینا رو بگیریم محاکمه کنیم دیگه. اروپا، آمریکا، همه جا حیات خلوت این جنایتکاران نیستش. خیلی ممنون حمید اشتری، از زندانیان سیاسی سابق در زندان گوهردشت. رنا، برمیگردیم به شما در استودیو. متشکرم. ژیار گل از استکهلم سوئد. ماما، و
وزیر خارجه آمریکا امروز گفت محتاطانه امیدوار است تبادل دو زندانی میان ایران و آمریکا به آزادی دیگر آمریکایی‌های زندانی در ایران بیانجامد. روز شنبه مسعود سلیمانی، یک استاد دانشگاه تربیت مدرس، با ژیو وانگ، یک پژوهشگر تاریخ ایران از دانشگاه پرینستون مبادله شدند. وزیر خارجه ایران هم پس از این مبادله گفت توپ برای آزادی متقابل دیگر زندانیان در زمین آمریکا است. یکی از کسانی که به گزارش نشریه نیویورکر در میانجیگری میان دولت ترامپ و مقام‌های ایران نقش بازی کرده، سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل بیل ریچاردسون است. آقای ریچاردسون شخصا مسئول مذاکره برای آزادی آمریکایی‌های زندانی در کره شمالی هم بوده. او از اولین حامیان باراک اوباما بود و دو دوره فرمانداری ایالت جنوب غربی نیومکزیکو را هم در کارنامه‌اش داره. آقای ریچاردسون از شهر سانتافه در همین ایالت به ما پیوسته. آقای ریچاردسون، خوش آمدید به برنامه. در ابتدا از اینجا شروع بکنیم که تلاش برای فراهم کردن مقدمات این تبادل زندانی رو شما کی آغاز کردید و در این راستا با چه کسانی دیدار کردید؟ من حدود 6 ماه پیش این مذاکرات رو شروع کردم. من یک سازمان خصوصی دارم که در زمینه آزاد کردن زندانیان آمریکایی کار میکنه و ما با نماینده آمریکا در سازمان ملل صحبت کردیم و همینطور در طول مجمع عمومی سازمان ملل و با آقای ظریف صحبت کردیم. اونها روابطشون رو با در واقع دفتر ایران در سازمان ملل روابطشون رو حفظ کردند و همینطور با کاخ سفید و بخش‌های دیگر آمریکا که بتونن این تبادل زندانی رو ممکن بسازند، که این زندانی ایرانی آقای سلیمانی و این زندانی آمریکایی چینی که آقای ونگ که در تهران دستگیر شده بود. فرمودید که با وزیر خارجه ایران دیدار کردید و با طرف‌های دولت ترامپ. به نظر شما با توجه به اینکه تنش بین دو کشور به شدت بالاست، چه عاملی باعث شد که دو طرف حاضر بشن که یک قدم به سمت حل دیپلماتیک این اختلاف بردارن؟ روابط بین ایران و آمریکا بسیار پرتنش است. تحریم ها و اون چیزهایی که این دو طرف به هم میگن، خروج آمریکا از توافق هسته‌ای، اینکه ایرانی ها بسیار با سیاست آمریکا ناراضی هستن. ولی ما باید جنبه انسانی قضیه رو ببینیم. اون چیزی که میبینیم اینه که در جنبه انسانی یک سطحی از اعتماد وجود داره که در جنبه‌های در موارد انسانی بتونه این تبادل زندانی شکل بگیره. یک سطح خیلی کوچکی از اعتماد ساخته شده و من فکر می‌کنم این چیز خوبیه، اگرچه دشمنی زیادی بین دولت آمریکا و دولت ایران همچنان وجود داره. آیا فکر میکنید که این مبادله زندانی و واکنش‌های بعد از اون که آقای ظریف گفت توپ در زمین آمریکا، صحبت امروز آقای پومپئو که ابراز خوشبینی کرد به اینکه شاید بشه مبادله بیشتری هم برگزار بشه، آیا فکر میکنید که این ممکنه شروع تنش زدایی بین دو کشور باشه؟ بله، من همیشه حس می‌کنم که این دیپلماسی قدرت نرم در واقع تبادل دانشجو، تبادل فرهنگی، تبادل زندانی میتونه شرایط استراتژیک و سیاسی رو برای دو طرف که شرایط خوبی نداره در حال حاضر بهتر کنه. باید صبر کنیم ببینیم چه اتفاق میفته. الان نمیدونیم. در گذشته تبادل زندانی وجود نداشت، ولی الان یه همچین چیزی وجود داره و گروه‌هایی مثل اون چه که ما داریم انجام میدیم، اونا میرن سراغ دولت‌ها و از اونا میخوان که این تبادل انجام بشه. آمریکایی‌هایی در ایران هستن، رابرت لوینسون، مایکل وایت، فکر می‌کنم 6 تا باشن. ایران هم 20 تا زندانی در آمریکا داره. بنابراین امیدوارم این تبادل به نوعی یک اعتمادی در سطح سیاسی، در سطح نظامی هم ایجاد بکنه، چیزی که در شرایط کنونی وجود نداره.
در همزمان با تبادل زندانی ها میبینیم که مقام های آمریکایی بر ادامه سیاست فشار حداکثری بر ایران تاکید میکنند. فکر میکنید که این ادامه سیاست چه تأثیری بر کار دیپلماسی میتونه داشته باشه؟ بله، سیاست فشار حداکثری وجود داره و همونطور که گفتم دشمنی حداکثری بین دوتا کشور وجود داره. من واقعا امیدوارم این سازمان هایی که ما داریم و سازمان هایی که میتونن این کارها رو انجام بدن، ما بخشی از دولت نیستیم. من قبلا سفیر آمریکا بودم، من قبلا فرماندار این کشور بودم. اینا میتونن به خانواده ها کمک بکنن. کاری که ما میکنیم اینه که با خانواده های آمریکایی و خانواده های دیگه کار بکنیم که بتونن اونهای خانواده هاشون از زندان ها آزاد بکنن. این میتونه یه پلی، این سازمان ها میتونه یه پلی بین دولت ها بسازن که این روابط رو بهتر بکنه. فرانسه روابط خوبی داشته با ایران در زمینه تبادل زندانی و همینطور این کار رو از طریق سازمان ملل انجام میدن. ما تونستیم یک سطحی از اعتماد رو ایجاد بکنیم و این آمریکایی رو برگردونیم و آقای سلیمانی ایرانی رو بفرستیم برگرده بره به تهران. آقای ریچاردسون، به نظر میاد که آمریکا در سالهای گذشته چه همزمان با توافق هسته‌ای چه الان با وجود سیاست فشار حداکثری موفق تر عمل کرده در زمینه تبادل زندانی با ایران، در حالی که اروپایی هایی هستند که در زندان های ایران هستند و دولت های اروپایی موفق نبودند. توصیه‌تون به اونها چیه؟ من فکر می کنم باید به صورت مرتب با دو طرف با هم در تماس باشم و باید این رو از مسائل سیاسی جدا کرد و به سمت مسائل انسانی برد. اون چیزی که میتونه روابط رو بین آمریکا و ایران تغییر بده اینه که ایران در حال حاضر مشکلات اقتصادی بسیار زیادی داره که ناشی شده از تحریم هایی که آمریکا وضع کرده. در آمریکا یک انتخابات ریاست جمهوری در راه آقای ترامپ میخواد یک در واقع پیروزی سیاست خارجی به دست بیاره. وضعیت با آمریکا با کره جنوب شمالی خیلی خوب نیست. بنابراین همینطور که میریم جلوتر شاید دینامیک شرایط و کلا شرایط طوری تغییر بکنه که بتونه همه چیز رو تغییر بده. امیدوارم که این کارهای انسان دوستانه در اروپا، در آمریکا، در ایران اینا بتونه یه پلی بشه برای تبادل زندانی ها که باعث بشه شرایط سیاسی رو هم بهتر بکنه بین آمریکا و ایران و همینطور بین اروپا و ایران. متشکرم. بیل ریچاردسون، سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل متحد. ناصر رضایی 25 ساله یکی دیگر از کشته شدگان اعتراضات آبان است. آقای رضایی در روز 26 آبان در فردیس کرج با شلیک گلوله کشته شد. مریم افشان گفتگویی داشته با برادر او منصور رضایی. در کرج به خرید و فروش ماشین مشغول بود و عاشق شعر و شاملو بود. ناصر رضایی روزی که گلوله خورد 25 سال سن داشت. نه اهل اختشاش بود، نه چیز دیگه. ناصر فقط میخواست اعتراض خودش رو با حضور در اونجا نشون بده، با دست خالی در مقابل ظلم ایستادگی کنه. ولی جوابش رو با گلوله دادن. هیچ گونه ارتباطی هم با هیچ گونه شبکه یا سازمانی نداشت. خانواده‌اش ساکن سنندج در کردستان هستند. ساعت 17 و 45 دقیقه با من تماس گرفت. اوضاع اونجا رو برام توضیح میداد. من حدود 10 دقیقه بعدش باهاش تماس گرفتم ولی یکی دیگه گوشیشو جواب داد. گفت که صاحب این گوشی تیر خورده. تیر خورده به چشمش، بیهوشه. من دارم میبرمش بیمارستان قائم کرج. من و پدرم از شهرستان بلافاصله حرکت کردیم به طرف کرج تا اینکه رسیدیم اونجاها، اون نزدیکای بیمارستان، ولی اونجا ترافیک بود، نمیشد بریم اونجا. بعد دیگه رامون ندادن تو بیمارستان. خانواده ناصر رضایی خیلی راحت جنازه او را دریافت نکردند. فرداش ساعت 6 صبح
رفتیم که پیکرش رو تحویل بگیریم که ندادن. گفتن خود پرسنل بیمارستان بهمون گفتن پیکر ناصر رو فرستادیم بهشت سکینه. ما اونجا با کلی کاغذبازی و تلفن و اینجور چیزا تونستیم ساعت 4 ظهر با گرفتن تعهد پیکر رو تحویل بگیریم. با شرایطی که باید بدون تشییع جنازه ناصر رو خاک کنیم. ساعت 5 از بهشت سکینه تونستیم بیایم بیرون. ساعت حدود 11 شب رسیدیم شهرستان. یه راست آمبولانس رو بردیم قبرستان بدون اینکه بخوایم مثلا جلو در ببریم یا اینکه بخوایم مراسمی بگیریم. یه راست رفتیم قبرستان همونجا خاک کردیم پیکرشو. مزار ناصر رضایی از روز بعد توانستند مراسم کوچکی به یاد او برگزار کنند. البته نهادهای امنیتی مدام به خانواده میگویند که نباید اطلاع رسانی کنند. تازه بهمون میگفتن که مثلا پیگیر بشید، شکایت بکنید که شهید اعلامش کنیم، دیه بهتون بدیم. ولی پدرم گفت که من پسرمو دادم، خون پول خونش رو که نمیخوام. اون کسی رو پیدا کنید که به پسرم شلیک کرده. منصور رضایی از نگرانی‌هایش برای پدر و مادرش میگوید. پدرم هر روز ساعت 6 صبح باید بره سر خاک ناصر. کلن اوضاع رویش خیلی خرابه. مادرم کلن تو خونه است. هیچی نمیتونه بخوره. هیچ کدومشون هیچ حالت روحی درست حسابی ندارن. آه این پدر مادر من که میدونم پدر مادرهای دیگه هم اینجورن. دیگه زندگی براشون سیاه شده. در روزهای اعتراض در آبان ماه تعداد زیادی در کرج کشته شدند. بی بی سی با خانواده های پویا بختیاری، امیر حسین کبیری و ناصر رضایی گفتگو کرده. چه فرق می کرد زندانی در چشم انداز باشد یا دانشگاهی؟ اگر که رؤیا تنها احتلامی بود بازی گوشانه. تشنج پوستم را که می شنوم، سوزن سوزن که می شود کف پا، علامت این است که چیزی خراب می شود. مریم افشنگ، بی بی سی. فردا پنجشنبه در بریتانیا انتخابات پارلمانی برگزار می شود. سیستم انتخاباتی بریتانیا چگونه است؟ چه کسانی نماینده پارلمان می شوند و رابطه میزان رأی و کرسی هایی که احساب به دست می آورند چطور است؟ نعیمه نامجو برای پاسخ به این سوال ها این گزارش را تهیه کرده تا شما را با شیوه رأی گیری انتخابات سراسری و اصول آن بیشتر آشنا کند. در بریتانیا رای دهندگان مستقیما نخست وزیر رو انتخاب نمی کنند. با من بمونید تا بیشتر توضیح بدم. مردم هر منطقه تصمیم می گیرند که چه کسی نماینده اونها و منطقهشون در پارلمان باشه. منظورم از منطقه حوزه های رای گیری هست. 650 حوزه رای گیری در بریتانیا وجود داره که شامل انگلستان، اسکاتلند، ویلز و ایرلند شمالی میشه. هر حوزه رای گیری به طور معمول بین 60,000 تا 80,000 رای دهنده داره. در روز انتخابات رای دهنده ها در هر حوزه یک نفر رو از فهرست نامزدها انتخاب می کنند. نامزدها اکثرا از احزاب سیاسی شناخته شده هستند، اما نامزدهای مستقل هم می تونن در انتخابات شرکت کنند. هر نامزدی که بیشترین رای رو در هر حوزه بگیره برنده است. در این سیستم اصطلاحاً کسی برنده است که اول از خط پایان بگذره. اصطلاحی که از مسابقات اسب سواری وارد دنیای سیاست شده. بنابراین یک نامزد برای انتخاب شدن فقط باید رأی بیشتر از رقیبش بگیره و برنده هر حوزه به عنوان نماینده پارلمان شناخته میشه. یعنی کرسی در مجلس عوام بریتانیا خواهد داشت. جایی که نمایندگان میتونن درباره قوانین تصمیم گیری کنند و همینطور بر عملکرد دولت هم نظارت کنند. پیش از انتخابات تاکید زیادی هم بر کرسی های وفادار به احزاب و همینطور کرسی های با رقابت نزدیک میشه.
کرسی های وفادار به حزب مربوط به حوزه هایی هست که معمولا به یک حزب خاص رای میدند. البته گاهی هم ممکنه نامزد حزب رقیب برنده بشه. اما در حوزه های با رقابت نزدیک، همونطور که از اسمش هم پیداست، پیشبینی برنده کار بسیار سختیه. در روزهای منتهی به انتخابات، نامزدها برای جلب نظر مردم در این حوزه ها تمام تلاششون رو می کنند. اما سرنوشت رأی کسانی که از برنده حمایت نکردن چی میشه؟ دقیقاً هیچی. در انتخابات قبلی بریتانیا 14 میلیون رأی به نامزدهای بازنده داده شد که حدود نیمی از آرای اون انتخابات رو شامل میشه و این به معنای اینه که سهم احزاب از آرا رابطه مستقیمی با کرسی هایی که به دست میارن نداره. در انتخابات سراسری سال 2015 حزب محافظه‌کار 37% آرا رو گرفت، اما بیشتر از نیمی از کرسی های پارلمان رو به دست آورد. حزب استقلال بریتانیا فقط صاحب یک کرسی شد، اما 13% از آرای سراسر کشور به نامزدهای این حزب داده شد. اما نماینده پارلمان از هر منطقه نماینده همه مردم اون منطقه خواهد بود و نه تنها کسانی که به او رأی دادند. نخست وزیر هم به طور معمول رهبر حزبیه که بیشترین کرسی ها رو به دست بیاره. خبرنگار ما بهرنگ تاشین از مرکز لندن با ماست. بهرنگ، چقدر برگزیت نتیجه این انتخابات رو تعیین میکنه؟ ببین، هنوز که هنوزه، بعد از 3 سال و اندی که از رفراندوم برگزیت گذشته، همچنان تقریبا نصف مردم بریتانیا طرفدار موندن در اتحادیه اروپا هستن و نصفشون مخالف موندن. حالا اتفاقی که افتاده اینه که ما یک طرف احزابی رو داریم که طرفدار خروجن، از جمله حزب حاکم محافظه کار، اون طرف احزابی رو داریم که دست کم طرفدار برگزاری یک همه پرسی دومن. این احزاب طرفدار خروج به نوعی ظاهرن به نظر میاد تمام آرا یا بخش اعظم آرای کسانی که طرفدار خروجن الان رفته پشت حزب حاکم محافظه کار و دو حزب دیگه ای که طرفدار خروجن، حزب برگزیت و حزب یوکیپ، اینا بخش اعظم آراشون رو به حزب محافظه‌کار باختن توی این چند ماه گذشته. اگه خاطرتون باشه 6 ماه پیش که انتخابات پارلمان اروپا بود، حزب برگزیت با به دست آوردن بیشتر از 30% آرا در کل بریتانیا اول شد، اما الان تو نظرسنجی‌ها حدود 3% داره. پس این طرف مخالف، در واقع طرفداران خروج، همه دارن به نظر میاد اکثر مردم دارن به حزب محافظه‌کار رأی میدن، ولی اون طرف همه طرفداران موندن پشت یه حزب جمع نشدن. بخش اعظمشون پشت حزب کارگرن، ولی یه عده هم پشت احزابی مثل حزب لیبرال دموکرات، حزب سبز، حزب ملی اسکاتلند در واقع اسکاتلند و الاخر. به همین خاطر که شما میبینید که مثلا حزب حاکم محافظه‌کار به شدت دنبال اینه که مردم بر اساس برگزیت رأی بدن، به طور خاص کسایی که خواهان تموم شدن این داستانن، خواهان اینن که بریتانیا در اولین فرصت از اتحادیه اروپا خارج بشه و این داستان 3 سال و چند ماهه تموم بشه که حالا سر تموم شدنش هم بحثه. اونها تقریبا همشون میخوان به حزب محافظه‌کار رأی بدن. حزب کارگر دنبال اینه که مردم به جای برگزیت به مسائل دیگه ای فکر کنن، به نظام بهداشتی فکر کنن، به آموزش، مدارس و به خیلی چیزایی شبیه به این فکر کنن. و از اون طرف در اسکاتلند به طور خاص اصلا دعوا سر یه چیز دیگه است. دعوا سر اینه که یه همه پرسی دومی برای استقلال اسکاتلند از بریتانیا برگزار بشه یا نه. در نتیجه هم این بحث اینه که آرای طرفداران و مخالفان برگزیت یکسان تقسیم نشده، هم بحث اینه که بعضی از احزاب اصلا نمیخوان مردم به برگزیت فکر کنن موقع رأی دادن. بهرنگ، در نهایت بی حرف پیش یا بوریس جانسون نخست وزیر میشه یا جرمی کوربین نخست وزیر میشه، مردم درباره این دو نفر چی فکر میکنن؟ فکر میکنم منصفانه است که بگیم که هیچ کدوم از این دو نفر خیلی آدم های محبوبی نیستن. من داشتم تازه ترین نظرسنجی ها رو نگاه میکردم، میزان محبوبیت جفتشون منفیه، یعنی تعدادی کسایی که از کار مثلا بوریس جانسون راضی نیستن بیشتر از کساییه که طرفدارشن و ازش خوششون میاد. بوریس جانسون حدود منفی 5، جرمی کوربین خیلی بیشتر، منفی مثلا
30-40. به هر حال مسئله اینه که دو تا حزب بزرگ بریتانیا و دو تا نامزد اصلی نخست وزیری هیچ کدومشون چهره های محبوبی نیستن و در طول مبارزات انتخاباتی در چند هفته گذشتم خیلی وضعشون بهتر نشده. هر دوشون از یه سری از مصاحبه های سخت تلویزیونی فرار کردن، مخصوصا بوریس جانسون نخست وزیر که یه مصاحبه ای رو با شاید سخت‌ترین مصاحبه‌ای که میتونست داشته باشه با یکی از مجری‌های بی بی سی دست آخر نرفت، انجامش نداد. اون طرف آقای کوربین هم از بعضی از مصاحبه‌ها در رفته. دو تا رهبر خیلی گزینه‌های محبوبی نیستن و شاید اگر که اینقدر مسائل مهم دیگه نبود خیلی از مردم به هیچ کدام رأی میدادن، حداقل در انتخاب نخست وزیر. بهرنگ، چقدر میشه اطمینان داشت که نظرسنجی ها قابل اعتمادن؟ چون که در انتخابات های پیشین بسیاری رو شگفت زده کرد نتیجه انتخابات و متفاوت بود با نظرسنجی ها. ببین، اینو تا پنجشنبه شب ساعت 10 شب که نتیجه نظرسنجی بزرگی که در روز رأی گیری انجام میشه در میاد و بعد در چند ساعت بعدش که نتیجه واقعی رأی گیری ها در میاد نمیشه از الان با اطمینان گفت. چیزی که میدونیم اینه که نظرسنجی ها نشون داده که حزب حاکم محافظه‌کار حدود 10% همچنان از حزب کارگر جلو از رقیب اصلیش و در نهایت در طول نه فقط امروز بلکه در طول روز رأی‌گیری هم دو تا حزب تلاش میکنن که در واقع رأی دهنده هاشون رو راضی کنن که تو خونه نمونن، برن به حوزه‌های رأی‌گیری رأی بدن. ببین، این موقع سال خیلی موقع معمولی برای برگزاری انتخابات در بریتانیا نیست. انتخابات معمولاً اواسط بهار برگزار میشه. هوا سرد، زود تاریک میشه. خیلی جاها پیش بینی شده فردا بارون بیاد. به همین خاطر این نیست که نظرسنجی ها غلط باشه. مسئله میزان مشارکته. مسئله اینه که جوانترها که احتمالاً به حزب کارگر رأی میدن، اونا چقدر مشارکت دارند. پیرترها تو این سرما که معمولاً به حزب محافظه‌کار رأی میدن یا عده بیشترشون به حزب محافظه‌کار رأی میدن، آیا اونا میمونن خونه یا پا میشن میرن تا حوزه رأی‌گیری رأی بدن؟ نظرسنجی ها رو نمیشه گفت غلطه. چیزی که میشه گفت اینه که دست آخر اونی که نتیجه انتخابات رو تعیین میکنه میزان مشارکت گروه‌های مختلف تو انتخابات و تا حدودی هم وضعیت آب و هوای فردا. متشکرم بهرنگ تاجدین. با ما روزنامه نیویورک تایمز شاپ آمریکا از حمله گسترده سایبری به 3 بانک ایرانی خبر داده. این روزنامه گفته در جریان اعتراضات ضد حکومتی اخیر در ایران، اطلاعات نزدیک به 15 میلیون از مشتریان 3 بانک تجارت، سرمایه و ملت لو رفته. این 3 بانک آبان پارسال در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفتند. وزیر ارتباطات ایران امروز تایید کرد وقوع یک حمله بزرگ سایبری به زیرساخت‌های الکترونیکی این کشور را تایید کرده، اما گفت این حمله دفع شده. با یکی از نویسندگان گزارش نیویورک تایمز حرف خواهیم زد. اول گزارش ببینیم از فؤاد مسیحا. خبر حمله سایبری به چند بانک ایرانی هفته پیش منتشر شد. با ایمیلی مشترک به مشتری‌های این بانک‌ها که نشان می‌داد اطلاعات بانکی آنها و 10 میلیون نفر دیگر لو رفته. و این گزارش باشگاه خبرنگاران جوان دوشنبه 11 آذر که البته چند ساعت بعد بدون هیچ توضیح از وبسایت این خبرگزاری حذف شد. در آن زمان وزیر ارتباطات ایران گفته بود اطلاعات بانکی هک نشده و فایلی که در فضای مجازی دست به دست می شود نسخه پشتیبانی است که پیمانکار سابق این بانک ها در اختیار داشته و حالا می خواهد با استفاده از آن باجگیری کند. امروز اما پس از آنکه روزنامه نیویورک تایمز هم خبر هک شدن اطلاعات بانکی 15 میلیون ایرانی را منتشر کرد، وزیر ارتباطات ایران از حمله گسترده نه فقط به بانک ها که به زیرساخت های دولت الکترونیک خبر داد. جزئیات را نمیتونم بگم. بله، ما با یک حمله بسیار سازمان یافته حکومتی علیه زیرساخت های دولت الکترونیک کشور مواجه بودیم. این حمله توسط سپر امنیتی دشوا شناسایی شده، دفع شده، ابعادش داره استخراج میشه و حتما در رتوباش گزارش میکنیم. حمله بسیار بزرگی بوده، البته حالا باید ابعادش به صورت کامل داریم. روزنامه نیویورک تایمز در گزارشش گفته ابعاد این حمله چنان بزرگ است که به نظر میرسد یک دولت خارجی پشتش بوده یا دست کم به انجامش کمک کرده. مقام های ایرانی در گذشته حملات سایبری به زیرساخت های ایران را به آمریکا و اسرائیل نسبت دادند.
این صحبت‌های وزیر خارجه ایران 3 ماه پیش در گفتگو با شبکه NBC آمریکا. یک جنگ سایبری در جریان است. جنگی که آمریکا آغازش کرده. با حمله خطرناک و غیرمسئولانه به تأسیسات هسته‌ای ما که می‌توانست میلیون‌ها نفر آدم را بکشد. استاکسنت یادتان هست؟ عملیات روز صفر یادتان هست؟ عملیات بازی‌های المپیک یادتان هست؟ نیویورک تایمز میگوید کاخ سفید و ارتش اسرائیل به سوال این روزنامه درباره حمله سایبری اخیر به بانک‌های ایرانی پاسخی ندادند. کارشناسانی که با نیویورک تایمز صحبت کردند میگویند حمله به بانک‌های ایرانی میتواند چالش بزرگ دیگری باشد در برابر حکومتی که تازه چند روزی است اعتراض‌های خونین خیابانی را پشت سر گذاشته و فشار تحریم‌ها کمر اقتصادش را خم کرده. فؤاد مسیحا، BBC. فرناز فصیحی، یکی از دو نویسنده مطلب نیویورک تایمز از نیویورک با ماست. خانم فصیحی، خوش آمدید به برنامه. هر سه بانکی که مورد حمله سایبری قرار گرفته توسط آمریکا تحریم شده بودند. آیا ممکنه که این حمله هم از جانب هکرهای آمریکایی انجام شده باشه؟ اونطوری که کارشناس هایی که ما باشون صحبت کردیم که اینجور هک ها و اینجور حمله ها رو رصد می کنند و از اول هم متوجه این کانال تلگرامی شده بودند به ما گفتند، حمله به این گستردگی معمولا یک دولتی پشتشه یا با کمک یک دولتی انجام میشه و کمتر ممکنه که یه شخصی برای اخاذی یا برای دلایل دیگه حساب 15 میلیون نفر رو آشکار کنه. این حمله، این اطلاعات بانکی روی کانال تلگرام می رفت به نام کارت‌های بانکی شما در تاریخ 27 نوامبر و تا 5 دسامبر نزدیک 15 میلیون اطلاعات کاربران ایرانی شماره حسابشون و اسمشون روی این کانال آپلود شد. مشخص هستش که نتیجه این که موفق بوده حمله به بانک‌ها ضعف سیستم ایمنی بانک‌ها بوده یا پیچیدگی حمله سایبری؟ احتمالاً یک چیزی از هر دو. یعنی ما میدونیم که ایران به هر حال ممکنه به خاطر اون مقطعی که اینترنت رو 10 روز قطع کرد دچار یه خلأهایی شده باشه که برای هکرها و حمله ها ساده تر بوده. در ضمن ما قبلاً هم شنیده بودیم از کارشناس های داخل ایران، کارشناس های سایبری، که سیستم های سایبری و دیجیتالی ایران خیلی امن نیستن و به هر حال یه سوراخ‌هایی دارن که میشه روشون مانور داد. و خب این که میتونه یک مجموعه باشه از اینی که هم ایران به هر حال قابلیت اینو داره که هک بشه و همین که دولت‌های دیگه یا شرکت‌های دیگه که مشخصاً کارشون این هستش که بخوان که یک حالت بی‌اعتمادی در اقتصاد ایران ایجاد بکنند و یا همون جنگ سایبری که الان سال‌هاست که بین ایران، آمریکا و اسرائیل در جریان هستش. ایران هم در بین سال 2011 تا 2013 چندین بانک آمریکایی رو حمله کرده بود، حمله سایبری کرده بود و 7 نفر هم در دولت اوباما در این رابطه دستگیر شدن. خانم فصیحی، با کارشناسانی که صحبت کردید، آیا اونها هیچ تصوری از چالش هایی که این حمله میتونه برای ایران ایجاد بکنه ارزیابی داشتند؟ بله، چالش هایی که میتونه ایجاد بکنه اول از همه بی‌اعتمادی مردم به بانک ها هستش و به سیستم امنیتی بانکی که آیا ممکنه که برن سرمایه هاشون رو از بانک ها بیارن بیرون. این 3 تا بانک مشخصا 3 بانکی هستن که آمریکا میگوید که پول های متعلق به سپاه پاسداران رو جابجا کرده. در نتیجه ممکنه که یک مشخصا هدفم این باشه که بخوان تضعیف بکنند بانک هایی رو که به ارائه خدمات میدن به سپاه پاسداران و ارگان هایی که مورد تحریم هستند در خزانه داری آمریکا. و بعدم اینکه به هر حال برای ایران که الان با تحریم های به شدت سخت اقتصادی روبرویه، با کمبود بودجه روبرویه و با اختشاشات و شلوغی ها و تظاهرات سراسری و اعتراضات بنزین و قطع اینترنت، یعنی یک بحران کامل از عراق، لبنان، منطقه داخل ایران، تحریم و حالا یک بحران امنیت بانکی هم به این بحران ها اضافه شده. متشکرم. فرناز فصیحی از نیویورک تایمز با ما.
مجله تایم گرتا تونبرگ فعال محیط زیست را به عنوان چهره سال خود برگزید. مجله تایم گفته که خانم تونبرگ چهره جوانانی است که جنبش مبارزه با تغییرات اقلیمی را پیش می‌برند. همزمان گرتا تونبرگ امروز در اجلاس تغییرات اقلیمی که هدف از آن مقابله با گرم‌تر شدن زمین و آماده شدن برای عواقب آن است سخنرانی کرد. او در این اجلاس از رهبران جهانی انتقاد کرد و سیاستمداران و مدیران شرکت‌های بزرگ و آلاینده را به گمراه کردن افکار عمومی متهم کرد. Since the Paris Agreement, سیاستمداران و مدیران شرکت‌های بزرگی که مسبب تولید 70% گازهای گلخانه‌ای‌اند وانمود می‌کنند که به دنبال راه حل هستند، ولی جز روابط عمومی و حساب و کتاب‌های غلط انداز کاری نمی‌کنند، زیرا از زمان توافق پاریس که هدفش کاهش مصرف سوخت فسیلی بود، بانک‌های جهان نزدیک به 2000 میلیارد دلار در صنایع سوخت فسیلی سرمایه‌گذاری کردند. وعده کشورهای ثروتمند برای کاستن از گازهای گلخانه‌ای گمراه کننده است، زیرا محاسبات آنها غلط انداز بوده و گازهای گلخانه‌ای ناشی از واردات و صادرات هواپیمایی و کشتیرانی را لحاظ نکردند. سیاوش اردلان همکارم در استودیو با ما. سیاوش، نکاتی که شنیدیم از گرتا تونبرگ که پیش از این هم مطرح کرده بود که وعده هایی که کشورهای ثروتمند میدند خوبه ولی کافی نیست، نکته ایه که بسیاری از دانشمندان هم بهش تاکید میکنند، با این اوصاف واقعا اجلاس تغییرات اقلیمی امسال چه دستاوردی داشت؟ حالا دو روز مونده که اجلاس تموم بشه، بنابراین در بیانیه نهاییشون میتونیم ببینیم که چیکار تونستن بکنن، اما هدف اصلی اجلاس این بوده که توافق پاریس رو سه سال پیش امضا شد اون رو به مرحله اجرا بگذارن، یک آیین‌نامه‌ای رو براش تنظیم بکنن. این آیین‌نامه مشخص خواهد شد که روز جمعه تا چه حد به مورد اجرا گذاشته خواهد شد و تدوین و تهیه شده، اما الان مواردی که دارن روش بحث میکنن یه صندوق سبزی هستش که کمک بکنن به کشورهای فقیر، کشورهایی که بیشتر از همه آسیب پذیر هستن نسبت به بحران اقلیمی، و بعد هم وضع یک مالیات بر کربن، یعنی یک تعیین یک نظام سهمیه بندی کربن. چی هستی؟ کربن یعنی چی؟ به این معنی که مثلا شما اگه یک واحد تولیدی هستین، مثلا سالی 50,000 تن کربن تولید میکنید، اگه بخواد این سهمیتون 50,000 تن کربن هستش، بعد از اون برای هر تن کربنی که شما بخواید تولید بکنید باید یه مقدار پول اضافه بدین. این پول خرج مثلا یا میتونه درختکاری بشه، اگه برای یک تن کربن اضافه هستش 50 تا درخت میخواد که این کربن ها رو جذب بکنه، یا وارد صندوق بشه سرمایه گذاری بکنن در تکنولوژی هایی که بتونن کربن رو از هوا جذب بکنن. سر این جزئیات دارن با هم دیگه کشورهای مختلف بحث میکنن، اما هدف نهایی این هستش که اجازه ندن میانگین حرارت کره زمین از 1.5 درجه بیشتر بشه، که این آرمان بسیار بلند پروازانه هستش. طبق توافق پاریس حرارت زمین به 3 درجه خواهد رسید. سازمان ملل گفته اگر از اون آستانه 2 درجه عبور بکنه دیگه خشم طبیعت غیر قابل کنترل میشه و شاید هر کاری هم بکنیم دیگه دیر شده باشه. امروز اتحادیه اروپا وعده داد که تا 2050 تلاش خواهد کرد که کربن بیشتری وارد جو نکنه. چقدر امیدوار کننده است این وعده؟ امیدوار کننده هست. این الان 66 کشور وعده دادن که تا سال 2050 کربن صفر بشن، یعنی میزان خیلی مونده تا 2050. خیلی مونده. برای همین هستش که گرتا تونبرگ هم امروز گفتش که این خیلی خوبه که شما چنین وعده‌ای رو میدین، شاید نیتتون هم خوب باشه، ولی اگه یک لیوانی رو پر کردین که سرریز شده، حالا بگین تا 30 سال دیگه ما دیگه تو اون لیوان آبی نمی‌ریزیم، به هر حال این آب سرریز شده. بنابراین خیلی دیر هستش. از این جهت تنها امیدواری اینه که این حرکت کشورهای اروپایی، کشورهای اتحادیه اروپا که بخش زیادی از گازهای گلخانه‌ای رو تولید میکنن، یه موتور محرکی بشه که کشورهای دیگه هم همین رویه رو اتخاذ کنن. تا الان 66 کشور وعده کربن صفر تا سال 2050 رو دادن، ولی این کافی نیست. اگه چین، آمریکا، استرالیا، برزیل این آلاینده‌های اصلی وارد گود نشن، به گفته امروز دبیرکل سازمان ملل همه ما محکوم به فنا هستیم، و این کشورها هم در حال حاضر دولت‌های راستگرایی دارن که هیچ میلی به دادن چنین تعهداتی نیستند. سیاوش، مجله تایم امروز گرتا تونبرگ رو به عنوان چهره سالش انتخاب کرد که در واقع جوانترین چهره سال تاریخ مجله تایم محسوب میشه. استدلالشون چی بوده؟ استدلال مجله تایم همیشه این هستش که برای اینکه اون فرد مثبتی هست یا منفی هستش، تاثیرگذاریش چقدر بوده. قابل انتظار بود که گرتا تونبرگ انتخاب بشه. راجع به جایزه صلح نوبل همین انتظار میرفت، به یکی دیگه داده شد. بعدن یه جایزه به گرتا تونبرگ دادن که اون رو رد کرد، چه جایزه صلح نوبل هم رد میکرد، اینو نمیتونه رد بکنه. ولی
به هر حال جوانی هستش که در سن 15 سالگی موفق شد ظرف یک سال یک جنبشی رو به راه بندازه که همزمان در سراسر دنیا 7 میلیون نفر رو برای یک هدف مشترک وارد خیابان‌ها بکنه و این ملاکی هستش که برای گرتا تونبرگ در نظر گرفتن. حالا خودم امروز توی سخنرانی جنجالی که توی سازمان ملل داشت میگفت که هضم کردن چنین شهرتی، هست کردن چه موقعیتی ظرف یک سال دشوار هستش حتی برای بزرگسالان، چه برسه برای یک نوجوان 16 ساله. در سخنرانیش گفت من هم اول که سخنرانیمو شروع می‌کردم گفتم اگه یک نکته شخصی بگم، یک نکته احساسی بگم، مثلا دنیا در حال آتیش گرفتنه یا همه شما برین تو وضعیت فوری و اضطراری، شاید بیشتر توجه مردم رو جلب کنم، ولی الان فهمیدم همه روی اون جمله‌ها زوم کردن به جای اینکه حقایق رو ببینن، متمرکزن روی شخص من تا روی پدیده. متشکرم سیاوش اردنان. یک مقام وزارت بهداشت گفته حدود 60% جمعیت بالای 18 سال در ایران اضافه وزن دارند و چاقند. سازمان جهانی بهداشت پارسال اعلام کرد چاقی در ایران در 40 سال گذشته روند صعودی داشته. از 44 سال پیش تا کنون میزان چاقی در جهان 3 برابر شده. مسئولان وزارت بهداشت وعده دادند تغذیه مردم را از طریق آنچه شبکه‌های بهداشتی و درمانی نامیده شده بهبود دهند. فرین آسمی گزارش می‌دهد. مدیر کل دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت ایران اعلام کرده حدود 60% جمعیت بالای 18 سال در ایران اضافه وزن دارند و چاق هستند. زهرا عبداللهی گفته میزان اضافه وزن و چاقی در زنان ایرانی 2 برابر مردان است. بر اساس اطلاعات وزارت بهداشت 22% دانش آموزان بین 7 تا 18 سال چاق هستند و حتی روند چاقی در کودکان زیر 5 سال و نوجوانان هم رو به رشد است. مهمترین عامل چاقی و اضافه وزن در ایران الگوی نامناسب غذایی و کم تحرکی است. قائم مقام وزارت بهداشت پیشتر گفته بود 26% دانش آموزان ایرانی چربی خون دارند. به گفته ایرج حریرچی از هر 10 دانش آموز ایرانی 8 نفر آنها کمتر از نیم ساعت در روز فعالیت ورزشی دارند. همه چی به انتخاب ما به غذا برمیگرده. ممکنه که در مورد کالری غذایی که میخوریم زیاد فکر نکنیم، ولی مهمه به خاطر اینکه یه ایده‌ای به ما میده که بدونیم این کالری که خوردیم رو چطوری بسوزونیم. برای مثال این بسته چیپس، برای اینکه کالریش رو بسوزونیم باید 49 دقیقه راه بریم، یا این بسته شکلات که 222 کالری داره، برای اینکه این کالری رو بسوزونیم باید حدود 22 دقیقه راه بریم. حتی کاهش مقدار کمی کالری میتواند تاثیر زیادی روی بحران چاقی داشته باشد. نوشیدنی هایی که در آنها مقدار زیادی شکر هست، کالری زیادی وارد بدن ما میکنند. محققان فرانسوی در طی 5 سال رژیم غذایی 100,000 نفر را بررسی کردند. بیشتر افرادی که این تحقیق روی آنها انجام شده، هفته 2 قوطی نوشابه میخورند. بر اساس این تحقیق، کسانی که هفته 2 قوطی بیشتر، یعنی حدود 100 میلی لیتر اضافه تر نوشابه میخورند، 18% بیشتر از بقیه در معرض ابتلا به سرطان هستند. ورزش منظم و رژیم غذایی مناسب به سلامت و کاهش اضافه وزن کمک می کند. وزارت بهداشت ایران وعده داده برای مشاوره به مهد کودک‌ها و مدارس بیش از 1200 کارشناس تغذیه اختصاص دهد. با این حال تا زمانی که فرهنگ سالم خوری و ورزش همه‌گیر نشود، مبارزه با چاقی غیر ممکن است. فرین آسمی، بی بی سی. البته انصافا نگفتن به غذای خوشمزه ایرانی کار سختیه. به پایان 60 دقیقه رسیدیم. فعلا شب بخیر.